سلام عرض می کنم و درود می فرستم خدمت شما عزیزان دل، بزرگواران عزیز. الان ممکنه شما با خودتون بگین که چرا این چون داره همومشو به ما نشون میده. بهتون میگم عزیزان، من میخوام یک داستان واسهتون بگم که اگر که اینو فقط بیام بنویسم ممکنه شما حوصله نکنین که بخونین، ولی این داستان نیز این حقیقت دو سه هفته پیش اتفاق افتاده و میخوام بگم که این بلا سر شما نیاد، که حتما با عقل و هوش فراوانی که شما از زندر این امکان نداره سرتون بیاد، ولی خب واسه چند تا تکوتی و آدمی که عقل و هوششون در حد و مایه منه میگم که این جریان سرشون نیاد. از این ها چیه؟ این شامپوی مختلفه. من شامپو خیلی دوست دارم با وجودی که خودم کچل مشرابی هستم، اما واسه همون 4-5 تا تار مویی که مونده این برانوار که خدا اونا رو بگیره من راحت کنه میرم بالاخره یه شامپو میبینم. تین اصولا شامپوی همجی میگیرم نه تو سوپرمارکت ها، نمیرم حالا تو مثلا مغازه مخصوصی که واسه سر موهای همین سوپرمارکت هر شامپو میبینم گذاشته یکیشم برمیدارم. مثلا نگاه کنم الان شامپوی مختلف که بعضیش اصلا فکرم تا حالا استفاده نکردم، چون البته یکی دوتش مال دخترام که اونو شامپوی مخصوصه استفاده می‌کنم. این گردنی می‌دم این سبز چین، این مثلا من نمی‌دونم چیه، مال موه چیکار می‌کنه خودم می‌دونه، ولی به هر حال دیگه اینم همون واسه. و خدمت شما عرض کنم که می‌خوام چیزی که در برش صحبت کنم اینه عزیزم، باز با یک دست ببینید اینو همه تون می‌شناسید، یعنی که من یک دفعه با دوستم صحبت می‌کردم، یک دوست ما که 20-30 سال اینجا با هم دوست بودیم، بعد این ایشان 18 سالی که رفته ایران و ایران تشریف دارن، داشتیم صحبت میکردیم، چون من هنوز بعد از 18 سال که ایشون ایران هستن تقریبا به طور روزانه با هم در طریق واتساپ اینا در تماسیم. گفتم که رفته بودم از این شامپو بگیرم، چون داستان این شامپو میخوام تونتون صحبت کنم. داستان این شامپو هم اینه که من 7-8 سال پیش که ایران بودم، 5-6 سال پیش تو حموم خواهرم اینا از این شامپو بود و من همیشه این استفاده میکردم. خواهرم میگه داداش جان ما همیشه نگاه میگم این شامپوی تو از اونا استفاده میکنم، تو چجوری که اینا رو استفاده میکنم به جای خارجه؟ گفتم این عطری که این داره بقید من عاشق عطر این شامپو هستم، یعنی من با شامپوی دیگه موهامو میشورم ولی آخرش همیشه با این که این عطرش تو موهام بمونه. و به هر حال اون روز دو سه هفته پیش رفتم که این شامپو رو بگیرم. آها اینو داشتم، از ایران که اومدم وقتی خواهرم اینو فهمید، وقتی ما میومد 3-4 تا از این شامپو هم همراه ما کرد. خواهرم ما منتظر که بریم ما یک چیز خوشم میاد بره 10 تا از اینا بگیره با بذار تو چمدون که ما بیاریم. آقا ما داشتیم اینا رو تا یکی دو سال دیگه استفاده میکرد، بعد تموم شد. یکی دو بارم رفت اینجا فروشگاه ایرانی اینا میفروشه، اسمش شامپو پاوا است، شامپو تخم مرغی بهش میگن، شامپو نیروش همه چیزی نوشته که بتونم بخونم. نوشته شامپو نمیدم چی نوشته روش، اینجوری نوشته نمیتونم بخونم، شامپوی مثلا گلیمو نمیدم اون گلیمو که اون است، شامپو به حساب تقنیه های پاوه فکر کنم اسمش بود. خلاصه اینا رو عزیزم گرفتم و بعد از این مغازه میگرفتم استفاده میکردم. چند هفته پیش رفتم که این مغازه بگم، دیدم اینا تموم شده. خب حالا اینا شما همینجوری اینا رو ببینین که واسه اینکه حوصله سر نره این برانورش هم میکنم. و بعد اینجا هم داریم از این شامپو ها، اونا رو میزید تو همون این بزرگا رو کف کنه وقتی تو من میخوابی. این هم که اینجوری بعد ما چه هفته پیش رفتیم اینا رو بگیم، دیدم نداره این مغازه. داشتیم طبق ما تو روز صحبت میکردیم با دوستم، گفتم که آره ما از این شامپو ها استفاده میکردیم و نمیدونم تو میشناسی اینا رو یا نه. اکثر گفت این شامپو مگه میشه تو ایران کسی نشناسه؟ رفت تو همون جنگ دادم خودش دو تا از تو همون جنگ گذاشت. گفت تو خونه ای تو ایران نیست که از این شامپو نباشه. گفتم خدا پدر مادر اونی رو بیامرزه، آقای کرکی بوده مثلا مهدوی که این شامپو رو درست کرده که الان بعد از 60-70 سال من یادم میاد هنوز همه اینو میشناسن. این مثل کوکاکولای آمریکاست یا مثلا مرسدس آلمان یا مثلا ماشین ولووی نمیدونم کجا سوئد، که اینها دیگه مال اون کشورن، اون کشور با این نام میشه. ما تو ایران غیر از همین فکر نمون چیزی که داشته باشیم غیر از اینو آفتابه حتما. و هر حال دوستم رفتیم اینو گرفتیم بگیریم، دیم نداشت. ما به این دوستمون که گفتیم این بعد وقتم که میخواست به ما لطفی کنه بعد در خوب جسده که تو ایران رفته، گفت من واسه میفرستم. یکی از دوستان از تهران داشت تشریف می آورد ویان و
و ایشون تماس گرفت گفته یارو میارم، ولی خودت بعد این شامپوها رو بیاری کجا، بیاری فرودگاه بدی به من. آقا فرودگاه هم که الان نمیدم، فرودگاه به عربات که نیست، فرودگاه نمیدم خمینی، فرودگاه امام، نزدیک قوم و عبدالعظیم و کجا، چه 50 کیلومتر دفعه حاج رفتیم فاصله داشت به تهران. بعد این آقا خودش میگه 4-5، حالا 4-5 شدم 3 تا مثلا بوده، بعد بخ میذاره تو ماشین و میره تا این فرودگاه. بعد به یارو که میشه، یارو میگه بابا من نمیتونم 3 تا از اینا بریم، هر کی تو ساکمو نگاه میکنه اینا درد سر میشه، حالا چون این همه راه اومدی یکی از اینا رو واسط میبرم، یکی از این شامپوها بازه سمیه واسط مثلا از این شامپوها که الان دوتاش رو بینه اونجاست، یکی از اینا رو من واسط میبرم. میگه خب حالا یکی هم ببر دیگه. این یکی هم این آقا آورد وین و ما با ایشون در تماس دستش کردن، آقا ما دست پاشو میبوزیم که اینا آورد با ما تماس، که باز با چه گرفتاری که ما هم دیگر رو ببینیم هم وقت ایشون گرفته بشه. بعد یک مغازه اینجا بود و نزدیک مغازه ما از دوستان، و گفتیم تو اینو بیار اونجا و ما بیایم اونجا، و خالص یک دفعه نشد و بالاخره یک دفعه شد و ما یک روز بالاخره سعادت نصیب اون روز شد، رفتیم اونجا که به حساب این شامپوی با ارزشو بگیریم، یک دونه شامپو رفتیم اونجا دیدیم با دوستش بالاخره زحمت کشیده بود اینا. ما بعد ما واسهشون رفتیم گفتیم حالا که ما اومدیم اینجا قهوه واسه قهوه تو مغازه هست؟ گفت نه دیگه، ما از مغازه بغلی از این قهوه‌های به حساب کندیتورای بود به حساب اینجا بهش میگم مثل کافی شاپ مثلا، از اونجا واسه میگیریم تو چی میخوری، ملانژ تو چی میخوری، کاپوچینو و فلان اینا. خلاص رفتیم اونجا، من واسه این قیمت‌ها رو میگم که ببین این جریان چیه. خلاص ما رفتیم 7.98 فکر کنم، چون هر روز 3.90 بود 3.99 بود اینا، گرفتیم 7.98 دو تا قهوه هم گرفتیم آوردیم واسه این دوستمون، ده دفعه هم تا کمر خم شدیم و دست چون نزدیک بود ببودیم که لاچ کرده و یک شامپو رو واسه ما آورده. بعدم از اونجا که برگشتم با خود این شامپو داشتم نگاه میکنم خدایا ما بخواد یک شامپو چقدر بالا پایین، بدبخ از اون بدبخ از تهران رفته فرودگاه، ایشون از اونجا ورداش آورده، باز از خونش اومده اینجا، چقدر درد سر به خاطر یک شامپو. خلاصه اینو ما گرفتیم آوردیم، مثل از جونمون بیشتر دوست داشتیم این شامپو رو، شامپوی تو مرغی باوه که شما الان تو ایران فکر کنم هر بقالی یا عطاری هر نمیدونم سوپری میفروشه. آقا ما اینو آوردیم گذاشتیم اینجا و هفته بعدش رفتیم چیز، رفتیم فروشگاه ایرانی، گفتیم داداش ببین بخواد یک شامپو، یک شامپوی پا گلمو که شما نداشتیم چقدر درد سر داشتیم. گفت چرا؟ گفتم اینجوری شد. گفت ما که داشتیم از این شامپو انبارمون پاره، گفتم ما دو هفته پیش اومدیم نبود این شامپوه. گفت چرا نبود؟ ما جاش رو عوض کردیم، این گذاشتیم اونجا. نگاه کردیم آقا ما نگاه نکردیم همون قسمتی که معمولا بدین دو قسمت دو قفص این ورتر این شامپو رو گذاشتیم. گفت اما حالا گران شده. گفتم چقدر شده؟ الان دیگه شده 2 یورو شامپوی 2 یورویی که اینجا دم دست ما بوده، ما ببینیم با چه همه دردسر و منت و فلان از ایران واسه همون آوردن. الان هر وقت این بدبختی که زحمت کش آورد ما تو خیابانی تا سر پنجه پا خم میشیم و نوکر میچاکر اون تفلک از ایران تا فرودگاه خمینی رفت و فلان و این حرفا، که آخرش ما این شامپو دستمون برسه. میخوام خلاصه بگم دوستان، قبل از اینکه چیز از ایران قربونش برم سفارش بدین، اول فکر کنم این همین دوره برای گیرتون نمیاد، مثل بعضی لواشک سفارش میاد ایران یا رو میاد تو فرودگاه میگه این چیه واسه 100 شهر بابا همینجا ریخته برای این بخرین دیگه. این هم از داستان شامپوی تخم مرغی ما، گفتم که حواستون جمع باشه. عزیزم من بیش از این وقتتون نمیگیرم، همه شما بازرگانان رو به خداوند عقل و خرد میسپارم. روز و روزگار به همه شما خوش.